رضا به خواهر دوستش مینو علاقه داره، اما پدر مینو پسر دیگه ای رو برای دخترش در نظر گرفته. مینو بعد از اعتراض جوان دیگه ای به اسم هوشنگ رو به عنوان نامزدش معرفی میکنه. هوشنگ به رضا کمک میکنه که بر علاقه خودش پافشاری کنه تا پدر مینو رو راضی کنه. بخشایی از فیلم محصل رو با هم تماشا میکنی. آخی خدا، خدا بیامرزه بابا. همیشه میگفت هر وقت چیزی رو خواستی و زورت نرسید بلندش کنی، و چنگ و دندون برو سراغه. اگه منتظری کارا خودشون درست شن و خان بابات مبارک باد بگه کور خوندی. چیه؟ بیا دایی جون، پاشو ببره شمال ویلای من بگیرش. میشم بابات بو بکشه تو کجایی، خودش میاد سرالتون. پاشو بیگی دایی. فیلم علی کنکوری به کارگردانی مسعود اسداللهی توی سال 1352 ساخته شده. توی فیلم جلال فر طبق وصیت همسرش قصد داره فرزندش علی رو به دانشگاه بفرسته و وادارش کنه که تحصیل کنه. علی برای بار پنجم تو آزمون دانشگاه شرکت میکنه و به خاطر وخامت حالش اون از جلسه آزمون به تیمارستان میبرن. پزشک معالج اعلام میکنه که علی به دلیل کمبود محبت دچار عارضه روحی شده و جلالفر هم توصیه میکنه که برای علی زن بگیرن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. حالتم بیرو بیرو برین بیرو همه بیرو. خیلی خوب، فقط علی بمانن. باشه آقا جون، من اینجا من اینجا فقط علی بمانن. میخوام حرف بزنم علی. علی جان من اینجا هستم آقا جون. من اینجا علی، من میخوام وصیت کنم. حرفا چی آقا جون؟ تو حرف منو گوش میدی؟ من یه نه پسرم. آره، یادت مادرت وقتی مرگش چه وصیتی کرد؟ ولی تو زدی زیر، به وصیتش عمل نکردی. یادت از علی جون؟ یادت؟ آره. اما تو شاهد بودید که زد پسرم، دیدیم که دکترها چی گفتن. میدانم ولی حالا منم همین وصیت‌ها دارم. اما من نمیگم تو زن نگیر، بیگیر، ولی فقط یه دفعه دیگه برو کنکور شرکت کن. مهم نیست کدوم کنکور، بقالی، چقالی، عطاری، هر چی، ولی برو علی. آقا چون دیگه کنکوری نمونده من نرفته باشم کجا برم؟ برو یه جای دیگه، یه شهر دیگه. دکتری هم نباشد مهم نیست، هر چی باشد باشد. من دیگه نمیتونم آقا چون بس دیگه گول نمیدم. همین یه دفعه بسم. 5 سال آزگار جوانیمو پشت کنکور گذاشتم. دیگه میخوام واسه خودم زندگی کنم، واسه خاطر دلم زندگی کنم. شما خیال میکنید من کیم؟ یه قهرمان؟ نه نیستم. من فقط یه آدم معمولی هستم. خواهش میکنم برو، خواهش میکنم از اینجا برو علی جان. نمیتونم. بلم کنه. بلم کنه. واسه عروسی میگم. علی، نظر منو میتونی آقا جوه توش سر من باشه؟ یعنی تو هم میگی برم؟ اگه منظورت زنتا دکالت بده، خودم برای تحملش میکنم. مثل یه دسته گل برات نگرش میدارم. تو فقط برو دنبال کنکور، این آرزوی من. زنت خودم برات عقل میکنم، نگرش میدارم. برو دنبال کنکور، برو پسر، برو تره خودم. فیلم رابطه جوانی که تو سال 1355 ساخته شده راجب فرید و لیلا است که دوتا همکلاسی هن که به همدیگه علاقه دارن. فرید یه جوان فقیره که این مسئله رو از لیلا پنهان کرده. بعد از آشکار شدن شرایط زندگی فرید، لیلا فرید رو ترک میکنه. بعدها فرید به خواننده مشهوری تبدیل میشه و با لیلا آشتی میکنه. اما این پایان ماجرا نیست. بخشایی از فیلم رابطه جوانی رو با هم تماشا میکنیم.
قربان که ما اینطور وسط خیابون مزاحمتون شدیم، خیلی معذرت می‌خوایم. بله اونم پلوی همسر محترم گرامی مرحوم نه 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 من همسر ایشون نیستم آقای. خب نیست؟ از اولش معلوم بود. ناصر شو بزن. ناصر معلوم بود. ببخشید قربان، ایشون منظور بدی نداشتن. بله. خب دیگه فهم ایشون همینه. قربان بنده رحیم دایی آقا کریم. بله میم داره تشتوت میداره. ما نیومدیم تو زندگی خصوصی شما دخالت بکنیم. اصلا به این خرف چه مربوطه که این خانوم زن شما هستن یا مترس شما هستن یا مشوقه شما. آقا جان چرا مزخرف میگی؟ مگه این چیزا به قیافه من میاد؟ چه حرفا؟ خیلی معذرت میخوام، ببخشید دایی جان، کج کلی من منظورش اینه که واقعا شما خوشگل هستین. خب آدم باید بالاخره خوشگل باشه تا بتونه مثلا مدرس باشه. ببخشید خانم که ما از سادگیمون یه حرفایی میزنیم، به شما بر نخوره. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا اگه ببینم چی میخواید. قربان ما میخواییم راجع به فرید با شما صحبت بکنیم. فرید وفایی برادر تلفن میزنم جواب نمیدید. بله قربان. خب چی میخواییم شما؟ کیش هستی؟ میدونین اون مثل پسر ما میمونه، یعنی ما بزرگی ما درستش کرده. شما باید آب و هوای اونو داشته باشید قربان، والا پسر بدی نیست. باور بفرمایید. بله بله پسر بسیار بسیار خوبیه. درسته، ولی این بچه متاسفانه داره با این کاراش و غیبتاش پشت پا به آینده خودش میزنه. خب شما ملغش کنیم برید، احمق جون موفقش کنیم. آره درسته، همونه که دایجان کشکوله میگه. به هر حال شما منظور منه که فهمیدین یا نفهمیدین انون؟ بله آقا فهمیدم. فهمیدم دیگه. امروز روز میدونید جوانا خوب یه خورده اشتباه میکنن و ما که مثلا عاقل ترین باید دستمون رو دراز کنیم، دستشون رو بگیریم و اونا رو بکنیم بالا. نه اینکه یه تیپا هم برسیم بزنین و بندازیشون. ببخشید خود به شما مثل تیپا زدم به شما. ببخشید باید نمیخوام. این اولین دفعه ایست که تو زندگیش این داره حرف حسابی میزنه قربان. البته ما هر کاری از دستمون بر بیاد براش میکنیم. ما حتی موافقت کردیم تا بیاد امتحاناتشو که نداده بده. بده میگه بده. خب میده. یعنی با وجودی که امتحان نداده ولی چون شاگرد خیلی خوبی بود. فیلم همسفر با نقش آفرینی بهروز وثوقی و گوگوش یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایرانه که در سال 1354 ساخته شده. داستان راجب دختری به اسم عاطفه است که بعد از به هم خوردن ازدواجش از خونه پدری فرار میکنه. علی مأمور میشه تا در ازای دریافت پول اونو به تهران برگردونه، اما علاقه ای که علی و عاطفه در طول سفر به هم پیدا میکنن داستان زندگی این دو نفر رو برای همیشه تغییر میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ما همچین مرد مردم نیستیم. با اینجا دور بزنیم. وقتی که هم توی خونه چه خبر؟ دوشیده محترمه مکرمه منوره همه. عاطفه خانم، آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد آقای رستم و لقب دایی قاسم در بیاورم؟ دوشیده محترمه مکرمه منوره مفخمه. عاطفه خانم، آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد آقای رستم ملقب به دایی قاسم در بیاورم؟ آموزگاری به نام آقای خاوری به دختر صاحب خونه خود به اسم زری دل میبنده، اما پیش از اون که بتونه از اون خواستگاری کنه زری با مرد نااهلی ازدواج میکنه. زری بعد از طلاق سه بار دیگه با مردای دیگه ازدواج میکنه و هر بار طلاق میگیره. سالها بعد که هر دو پیر و شکسته شدن، خاوری زری رو توی بستر مرگ توی بیمارستان به عقد خود در میاره و زری لحظه بعد جان میسپاره.
بخشایی از فیلم خواستگار رو با هم تماشا میکنیم. قرض از مرمت این خونه عرض کنم، بنده قرار داماد آقای وسواس دوله بشم. صاحب مبارکی، این خونه قبلا محل خدمت کاران بوده و ایشون در اختیار من گذاشتم. بندم خیال دارم با یه مرمت مبارک باشی نردلقه، با یه مرمت ظاهری سر و سامانی به اینجا بدم و بتونم دست زنم و بگیرم بیارم اینجا. صاحب مبارکی انشالله. متشکرم. به قول معروف دوری و دوستی. خیالت راحت باشه برادر، من اینجا رو دو روزه مثل عروس تحویلت میدم. جسارت یه برآورده خرجی میکردید خوب بود. خرج قربون های لعنت به همکار بد که اسم ما بنا جماعت رو بدنوم کرده. قربون درسته؟ نه داداش، من تیشه رو به خود نیستم. میگه کورش اون کاسبی که مشتری خودشو نشناسه. شما جوون اینو محسن معلم دیگه بدتر. نه داداش، من واسط خشت درشی نمی کنم. یه مواجبی من میخوام، یه سنار سشار سیزه باشم. بلش کنه لباس تو کسی میشه بس بله جماعت باز روم به ریفال مثل خرکار کشید. ولش کنی، هی دست به سرش بکشین خودشو نونور میکنه. ولش کنی قربون، من این ننه قمر رو میشناسم. خیلی چوله. هر دو سلام میدونید، اسم شریف سرکار نوکرتون علی آقا. اوس علی آقا بنا چاکر شما. ما چرا ماتت برده؟ چرا وستادی منو میپای توبره رو خالی کنه؟ اصلا بنده اوس علی. اوس علی و مرز، اوس علی و خون را حالا آقای خلط کرده را خواب برسی سبون بسته سبونت نمیچرخه بگی میوار پدر نامرد. خاک بر اون سره. چند دفعه بهت بگم جناب میمار اون کاری میکنیم قربون شما. همون اوستالی بفرمایی از سرمون زیادتره. قرض ادب کردن این زبون بسته است. والا بلا منم در از گچبورم نه گچکار، اما به خاطر گل روی جمال و حسن خوبیتون گچکاری که سهل سفکاری هم واسه تون میکنم. با اجازه میمار بنده دیگه مرخص میشه. یا علی فقط باز ببخشینا، شما باید فقط یه مقدار پول لطف کنیم واسه من. الان چش کافیه؟ خدا بده برکت. اینم از اینجا جمعش کنیم. پاشو نسنا، خوابت ورده. پاشو، دلم میخواست با همین نرده میرفتی پایین. پاشو. الو برو آدم غروبیه، برو اونو رشت نمیان دیگار بای نسا. یلا یلا دیگه بجام یلا.